ماه 1882 صبح یک شنبه. چه خوب است که اغلب موارد من و تو متوجه یک فکر می شویم. مثلا عصر دیروز با یک اتود از بیشه کاج بازگشتم و در چند روز گذشته هنگام نقاشی این اتود پیرامون مسئله عمق رنگ بی اندازه به فکر فرو رفتم و خیلی میل داشتم در این باره با تو صحبت کنم. اتفاقا در نامه ای که بامداد امروز دریافت داشتم تو هم این بحث را به میان آوردی و متذکر شدی که نیروی رنگ ها در مونمارت و همچنین هارمونی آنها باعث شگفتی تو شده است. اینک طرح کوچکی در این زمینه برایت می فرستم و موضوع را شرح می دهم. بیشه کاج رنگ پاییزی به خود گرفته و رنگ‌های قرمزش به قدری زیاد است که در تابلوهای هلند کم دیدم. دیروز مشغول نقاشی گوشه‌ای از جنگل شدم. زمین ناهموار و از برگ‌های خشک قرمز آتشی و قهوه‌ای سیر و روشن پوشیده و سایه درختان رنگ‌های خالص و خاموش و مایه‌داری روی زمین به وجود آورده بود. حل این مسئله بسیار دشوار می نمود و می بایست عمق رنگ و نیرو و استحکام فوق‌العاده زمین را مجسم کرد و فقط در حین نقاشی متوجه شدم که در قسمت‌های تاریک رنگ‌های روشن بسیاری وجود دارد. حفظ کردن روشنی و در عین حال نشان دادن عمق و نیروی رنگ ها کار دشواری بود. فرش زیباتر از این مایه رنگ قهوه‌ای قرمز نمیتوان به تصور آورد. اشعه خورشید پاییزی که از خلال شاخه ها میگذشت رنگ های قهوه‌ای قرمز ملایم و جالبی ایجاد کرده بود. کناره شاخه ها یک طرف از نور خورشید روشن و با مایه رنگ سبز می درخشید و سمت دیگرش با رنگ های گرم و پرمایه سیاه و سبز مشخص بود. زمین پشت ساقه ها قهوه‌ای قرمز، هوا خاکستری آبی، اطراف جنگل مهالود، ساقه درختان پیچ در پیچ رنگ برگ ها متمایل به زرد، سایه ها تیره و خلاصه نمایی دلانگیز و اسرارآمیز داشت. چند نفر مشغول گردآوری هیزم بودند. روسری سفید زنی که هیزم جمع می کرد در متن رنگ‌های عمیق قهوه‌ای متمایل به قرمز زمین صدای شدیدی ایجاد کرده بود. نور خورشید نصف بدن زن را روشن کرده، سر و شانه و قسمت‌های بالای بدن زن در متن آسمان نقش بسته و سایه به تدریج همه جا را فرا می‌گرفت. ناگهان شبح تیره دو رهگذر از جنگل پیدا شده و اندام شاعرانه آنان در میان سایه‌های نیم تاریک مانند اجسام عظیم به نظر می‌رسید. رنگامیزی چنین منظره‌ای واقعاً دردسر و عذاب داشت. برای تجسم زمین تقریباً یک لوله و نیم رنگ سفید از لوله‌های بزرگ مصرف کردم. با وجود این رنگ زمین به اندازه کافی روشن نشده بود. پس از آن با رنگ‌های سرخ، زرد، اوکر، قهوه‌ای، سیاه، تردوسین و قهوه‌ای روشن کار کردم. در نتیجه اتودم دارای رنگ‌های قرمز و قهوه‌ای شده بود که در آن درجات رنگی گوناگون از رنگ قهوه‌ای روشن، آبی، قرمز شرابی تا رنگ‌های زرد پریده و گلی روشن دیده می‌شد. خزه و سبزه‌های لطیف پرتویی از نور آفتاب داشتند و برای نشان دادن این حالات زحمت فراوان کشیدم. در نتیجه اتودی ساختم که با وجود یاوه‌گویی‌های مردم برای آن ارزش بسیار قائلم، زیرا نتوانستم حالت و اثر طبیعت را تا حدودی مجسم نمایم.
هنگام ساختن آن به خود می گفتم تا اثری از غروب پاییز در آن پیدا نشود و اتودم حالت رویایی و اسرارآمیز طبیعت را نشان ندهد، از اینجا نخواهم رفت. با وجود این ناچار بودم تند کار کنم، زیرا اثر و حالت طبیعت زود گذر بود. اندام اشخاص را با قلموی بزرگ و با چند حرکت تند قلم نشان دادم. ساقه های درخت در قسمت های عقب حالت استواری داشتند و چون روی آنها قبلن با رنگ های رقیق کار کرده بودم، پس از آنکه زمین را با رنگ های غلیظ و پرمایه ساختم، تکه های رنگ به ساقه های درخت چسبیده و حالت استحکام آنها را از میان برد. ناچار شدم شکل و فرم ساقه ها و ریشه ها را مستقیماً به وسیله فشار لوله رنگ نشان دهم و سپس با قلمو مدله کنم. حالا میبینم ساقه ها روی زمین محکم قرار گرفته، از زمین رشد کرده و با ریشه داخل عمق زمین شده است. خوشحالم که در نقاشی تحصیل نکردم، زیرا در آن صورت ممکن بود به نحوی از این حالت و کیفیت صرف نظر کنم. اما در وضع فعلی میگویم نه، نشان دادن حالت و کیفیت طبیعت در نقاشی بی اندازه لازم است. اگرچه ممکن است به آسانی به این امر موفق نشوم، ولی باید جستجو و آزمایش کنم. حالا از چه راهی باید این حالات را به وسیله رنگ نشان داد؟ خودم هم نمیدانم. من با یک چهارچوب بوم سفید برابر طبیعت می نشینم و به موضوع مورد علاقه ام می نگرم و به خودم می گویم باید حتما اثری از طبیعت روی بوم سفید به وجود آورم. پس از مدتی کار قانع نشده و به خانه باز می گردم. چارچوب را به گوشه تکیه داده و پس از اندکی استراحت با خجالت به کارم نگاه میکنم و چون هنوز اثر زیبایی ها در خاطرم باقی است، باز هم از کارم راضی نمیشوم. با این همه انعکاسی از زیبایی طبیعت و آنچه مجذوبم کرده در کارم میبینم. میبینم که طبیعت با من صحبت میکرد و داستانی میگفت که به تندی از آن نقاشی کردم. در تند نویسی من ممکن است کلماتی خوانا نباشد و اشتباهات و جاهای خالی بسیار داشته باشد. با این همه احساس می کنم نصف آنچه از جنگل و دریا و اندام انسان برایم شرح داده اند توانستم بیان کنم. این زبان، زبان گنگ و بیحال خارج از خصوصیات طبیعت نبوده و زبانی نیست که قبلاً با یاد گرفتن یا با قواعد دیگری به وجود آمده باشد. چنانکه میبینی با تمام نیرو مشغول نقاشی و رنگامیزی هستم و از اینکه تا کنون با رنگ کار نمی کردم چندان متاسف نیستم. زیرا اگر قبلن طراحی نمی کردم، قادر نبودم فرم اندام انسان و اجسام دیگر طبیعت را احساس کنم. اما حالا با تمام نیرو می تازم. توجه کن، در اتود کوچک دریا اثر روشنی ملایمی دیده می شود. اما اتود بیش غم‌انگیز است و خشونت بیشتری دارد. خوشحالم که توانستم هر دو حالت را نشان دهم. سلامت تو را خواهانم ونسان ونسان ونگوک ونگوک.
لاهه 1882. تئوی عزیزم، سعادت و خوشبختی تو را به مناسبت 10 سپتامبر خواهانم. نمیدانم برایت نوشتم که از نوینن نامه ای دریافت داشتم. از طبیعت آنجا تعریف و توصیف خوبی کردند. گمان میکنم نوینن جای خوبی باشد. از ایشان خواهش کردم درباره بافندگان آنجا شرحی برایم بنویسند، زیرا به نقاشی بافندگان اشتیاق فراوان دارم. زمانی در پادوکاله بافندگان را دیده بودم، بسیار زیبا بود. فعلا موردی نمی بینم از بافندگان نقاشی کنم، ولی امیدوارم دیر یا زود این کار را آغاز کنم. دستانت را از دور می فشارم. ونسان ون گوک. لاهه 1882. شاید به یاد داشته باشی چندی پیش از من خواستی سر فرصت طرح کوچکی برایت تهیه کنم که قابل فروش باشد. اگر بنویسم که این کلمه را نمیتوانم تعبیر و تفسیر کنم، نباید از من برنجی، زیرا درست نمیدانم که چگونه طرحهایی را میتوان قابل فروش و یا غیر قابل فروش دانست. سابقا به نظرم میرسید که معنی آن را میفهمم، ولی اکنون به تدریج متوجه شدم که اشتباه میکردم. در هر حال طرح نیمکت را برایت میفرستم. این طرح ولو آنکه به درد فروش نخورد، امیدوارم به تو نشان دهد که من مخالف طراحی مشغول کننده و خوشنما نیستم و میدانم که این گونه کارها نسبت به طرحهای تیره و غم‌انگیز مشتری بیشتری دارد. خداحافظ. ونسان ون گوک. لاهه 1882. اخیراً چند بار به شونینگن رفتم و یک روز عصر صحنه ورود کشتی بادبانی را تماشا کردم. بالای برجی چوبی که کنار مجسمه قرار داشت، جوانی دیدبانی می کرد. همین که کشتی از دور نمایان شد، این جوان با پرچمی بزرگ و آبی رنگ از برج خارج شد و عده زیادی بچه های کوچک در لباس رنگارنگ با هیاهو و شادی دنبالش براه افتادند. پس از چند دقیقه جوان نگهبان با پرچم علامت داد و مردی اسب سوار برای کشیدن لنگر کشتی سر رسید. عده زیادی زن و مرد با بچه های خود برای پیشواز مسافرین گرد آمده بودند. وقتی کشتی نزدیک شد، مرد اسب سوار داخل دریا شد و لنگر کشتی را با خود به کنار آورد. این هنگام چند جوان با چکمه های بلند و غیر قابل نفوذ داخل آب شدند و مسافرین را کول گرفتند و به ساحل آوردند. هر یک از مسافرین که به خشکی می رسیدند با صداهای بلند سلام و تبریک روبرو می شدند. پس از آنکه همه مسافرین پیاده شدند، جمعیت مانند گله گوسفند یا کاروان شتر به سوی منزل روان شدند. من از تمام این جریان با دقت طراحی کردم. بعضی از صحنه ها را از جمله صحنه ای که طرح کوچکش را برایت فرستادم با رنگ ساختم. از این طرح خواهی فهمید هنگام نقاشی چه نکاتی را در نظر داشتم. مجسم کردن حالات و حرکات و قرار دادن هیکل‌های گوناگون در جاهای معین و تفکیک آنها بسیار دشوار بود. بررسی و جستجوی اندام گوناگون انسان در میان انبوه جمعیت مسئله بغرنجی را تشکیل می داد.
جمعیت و هر یک از نفرات آن یک واحد کلی بوده و با هم وجه مشترک دارند. از این رو لازم بود سر و شانه ها را با هم طراحی کنم. پاهای عده‌ای که در قسمت جلو ایستاده بودند به طور مشخص و مجزا دیده می شود، ولی نیمتنه و شلوار و قسمت بالای بدن آنان در هم و غیر مشخص بود. با وجود این طرح‌های زیادی از آنان ساختم. از لحاظ کمپوزیسیون تمام صحنه‌هایی که از اندام انسان ترکیب شده، بازار، ورود کشتی، ازدحام در رستوران عمومی، سالن انتظار راه‌آهن، نواخانه و یا گردش و تفریح مردم در کنار دریا، همه اینها بر پایه کمپوزیسیون گله گوسفند قرار گرفته است. و در همه آنان باید مسئله سایه روشن و پرسپکتیو رعایت شود. از طرح ارسالی در میابی پیرامون مسائلی که در نامه پیش نوشتم چقدر مطالعه میکنم. دست کم 10 طرح گوناگون از ورود کشتی و همچنین از بالا آوردن لنگر کشتی ساختم. نمونه این طرح‌ها را در نامه پیش فرستادم. خداحافظ. ونسان ون گوگ. لاهه 1882. اتود رنگیم را خواستی؟ البته مخالفت نمی کنم، ولی پیش از انجام تقاضایت می خواهم در بعضی موارد با هم توافق کنیم. شخصی مانند ماووه و اساساً هر نقاشی از لحاظ رنگامیزی دارای ذوق و شخصیت ویژه خود است، ولی هیچ کدام از آغاز کار دارای چنین ذوق و غریحه‌ای نبودند. درباره خودم باید بگویم مثلا اتودی که به تازگی از دریا ساختم با اتودهای اول و دوم آغاز کارم از حیث رنگ به کلی فرق دارد. از این رو آنچه حالا برایت می‌فرستم نباید بهانه شود و درباره تجانس رنگ‌ها و طرز رنگ‌آمیزی آنها نتیجه کلی بگیری. و اینکه من در فرستادن این گونه اتودها خودداری می‌کنم فقط از آن جهت است که فکر می‌کنم چه از لحاظ رنگ و چه از لحاظ کمپوزیسیون تحولی در کارم پیدا شده و بیشتر پخته می‌شوم. و نیز عقیده دارم اتودهایی که مستقیماً از طبیعت ساخته می شوند با تابلوهای نقاشی که با استفاده از اتودهای گوناگون به وجود می آیند به کلی فرق دارند. نقاش در تابلو ایده شخصی خود را بیان می کند، در صورتی که اتود اراده و نیت نقاش را در تجزیه و تحلیل قسمتی از طبیعت نشان می دهد، یا نقاش به این منظور اتود می کند که فکر و ادراکش را بسنجد و ایده معینی را بپروراند. این گونه اتود اغلب به منظور استفاده در آتلیه تهیه می شود، نه برای فروش. و نباید به آن با همین نظر نگاه کرد که به تابلوی نقاشی می نگرند. اتود به منزله بزرفشانی و تابلوی نقاشی به منزله درو و محصول آن است. مسئله کلوریت، تجانس رنگی نیز به همین منوال است. بعضی رنگ ها طوری هماهنگی دارند که شخص پیش از آن که آنها را احساس کند چنان که میبیند میسازد. باید دانست مسئله احساس رنگ ها مسئله بزرگی است. گاهی آرزو می کنم دست کم تا موسم زنده باشم و در اثر مطالعه طبیعت آنقدر معلومات پیدا کنم که بتوانم احساسم را به وسیله رنگ مجسم کنم. دیگر دیر شده. خیلی کم می خوابم. شاید فصل پاییز و طبیعت زیبا و همچنین فکر بهره برداری از طبیعت است که پیوسته مشغولم می دارد. با این همه خیلی میل دارم و میکوشم به موقع بخوابم، زیرا در اثر بیخوابی طوری عصبانی میشوم که هیچ راه علاج ندارم. سلامت تو را خواهانم.
ونسان ونسان ونگوک.